سلام دوستا، حکمت طلا رمزی هستم. به نظر می رسد اغلب بازیکنانی که زیدان آنها را زیر نظر دارد فرانسوی زبان هستند. تا پایان همراه باشید و فراموش نکنید که چینل ما را سابسکرایب کنید و جهت حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. داستان زیدان و ریال مادید بسیار اساس شده است. سرمربی فرانسوی میخواهد ترکیب تیمش را تغییر دهد و در لیستی که به سران باشگاه داده نام ستاره های زیاد به چشم میخورد. ریال مادید برای تابستان 2019 تا همین حالا حدود 100 میلیون یورو هزینه کرده است، اما انتظار میرود این عدد به مراتب بیشتر شود. با گزارش یورو یونایتد، بخش مهم از لیست بازیکنانی که زینیدین زیدان میخواهد آنها را در تیمش ببیند بازیکنان فرانسوی زبان تشکیل میدهد. در صدر لیست زیدان در خط حمله نام ایدن هازارد به چشم میخورد. ونگر بلژیکی که مدت زیاد است به ریال مادید لینک می شود احتمالاً در فصل تابستان با مبلغ بین 100 تا 120 میلیون یورو روحی پایتخت اسپانیا خواهد شد. ریال مادرید همچنان در حال بررسی شرایط لوکویویچ مهاجم 21 ساله و سربستانی اینتراخت فرانکفورت است. تیم های زیاد خواهان به خدمت گرفتن ستاره باشگاه آلمانی هستند. در خط هافبک زیدان نام پاول پوگبا و کریستیان اریکسون را مطرح کرده است. اولویت با پاول پوگبا است، اما مشخص نیست که ریالی ها و مینورایولا بر سر دستمزد و رقم انتقال به توافق می رسند یا خیر. همچنین ستاره دنمارکی تاتنهام که تنها یک سال از قراردادش باقی مانده مورد توجه ریال مادید و زیدان است. در اسپانیا ادعا میکنند اریکسون با ریال مادید به توافق شخصی رسیده است. خرید هر کدام از گزینه ها پوگبا یا اریکسون احتمالاً حدود 100 میلیون یورو برای پرز هزینه خواهد داشت. احتمال اقدام برای خرید هر دو هافبک رد نشده است. در خط دفاع فرلان مندی مدافع چپ لیون گزینه محبوب زیدان است و سرمربی فرانسوی تلاش زیاد خواهد کرد مندی را در تابستان 2019 به تیمش بیاورد. همچنین زیدان علاقمند است جونیور فیرپو گوشه چپ باشگاه بیتیس را بخرد. به طور مشخص انتظار نمی رود تمام بازیکنانی که زیدان با آنها علاقمند است را ریال مادید به خدمت بگیرد، اما سران باشگاه تلاش خواهند کرد بخش مهم از لیست را فراهم کنند. لازم به ذکر است که در لیست زیدان پرونده کیلیان امباپه و انگولو کانته هم مورد بررسی قرار گرفته است، اما هفته گذشته با وی اعلام شده که خرید این دو بازیکن غیر ممکن به نظر می رسد. زینیدین زیدان همچنین چند بازیکن را همین حالا در لیست خروجی گذاشته و آنها می توانند در صورت رسیدن پیشنهاد مناسب تیم را ترک کنند. ماریانو دیاز، سبایوس و یورنته از جمله بازیکنان هستند که زیدان علاقه ندارد آنها را در تیم نگه دارد. برخلاف ادعای رسانه های اسپانیایی، یورو یونایتد می گوید زیدان به این نتیجه رسیده که کیلور نواس همچنان قابلیت حضور در ترکیب اصلی تیم را دارد و به همین دلیل شایعات جدایی کورتوا دوباره داغ خواهد شد. با وجود تاکید مدیر برنامه کورتوا مبنی بر ماندن موکلش، منچستر یونایتد شرایط وی را بررسی کرده است. به نظر می رسد اغلب بازیکنانی که زیدان آنها را زیر نظر دارد فرانسوی زبان هستند. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.